إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. توفیقی است به حمد الله آیات مبارکه سوره بقره رو خدمت بزرگواران حضار محترم تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد پایان آیه 251 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود. خداوند سبحان گزارش درگیری و مقابله جانانه تالوت و جالوت رو مطرح فرمود. مردانی که دست رو بلند کردند و از حضرت باری تعالی تمنا کردند که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. هنگامی که انسان درون و برون رو با خداوند سبحان یکی می کند و زبان دل و عمل همگون و یکسان باشد، عنایت الهی به دنبال اون متوجه آدمی است. اگر خداوند با صابران است چون صابران با خدا هستند، اگر خداوند با متقین است چون متقین با حقند، اگر خداوند همراه اهل احسان است و نصرت اینها می کند چون اونها از خدا فاصله ای ندارند. چون شدی من کان لله از وله من تو را باشم که کان الله و له. نتیجه اون شد که فهزموهم به اذن الله، پیروزی دست داد و دشمن رو خرد کردن و از میان برداشتن. همین گروه کم بر اون جماعت بسیار زیاد غالب و پیروز شدند. و چون رهبر سپاه دشمن از میان رفت دیگه پیروزی آسان شد. جالوت از میان رفت و چه کسی اون رو کشت؟ قتل داوود و جالوت. داوود این مرد بزرگ و این انسانی که از تبار اشراف بنی اسرائیل و ملا هم نبود به صحنه آمد و با اقتدار و قدرت توانست به سرپنجه ایمان و توانمندی جالوت را هدف قرار دهد و از میان بردارد. سپاه فرو ریخت و تالوتیان پیروز شدند. اونگاه به این مناسبت که نام داوود آمد یه اشاره شد برای آینده که داوود معرفی خواهد شد. فرمود و آتاه الله الملک و الحکمه. داوود نقطه عطفی در تاریخ بنی اسرائیل شد، نقطه اتحاد بین سیاست و دیانت، جمع بین حکومت و سلطنت و نبوت در شخصیت داوود نقطه آغاز بود در میان بنی اسرائیل که این رو در آیات مختلف قرآن مشاهده میکنید. فرمود خداوند به داوود هم ملک داد هم حکمت و نبوت داد و علمه مما یشاء و آموخت به داوود چیزهایی رو که خدا میخواهد. به اشاره کردیم که شخصیت داوود سر فصل است، یعنی به طور کلی مبدأ پیدایش
آشنایی انسان با آهن رو میتوان معاصر با تاریخ داوودی دانست، همان گونه که قرآن گزارش میدهد و علن ناله الحدید، آهن رو ما در کف داوود نرم کردیم و علمناه صنعت لبوس، آموخت صنعت زره سازی و کار با فلز رو و امثال این کارهای این چنینی. تاریخ هم مساعدت می کند که اینها هم دوره با داوود پیامبر است و دیشب هم گفتیم این فرضیه است که قابل اثبات است به نوعی که انبیاء الهی خودشون کسانی بودند که همین علوم مورد حاجت و نیاز انسانها ریشه اون به نوعی به پیامبران الهی باز می گردد و این مردان بزرگ به دنبال اون آیه، یعنی تتمه و اون پایان آیه، قسمتی بود که دیگه فرصت گفتن نشد و این دو سه بحث مهم دارد. فرمود ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر نمی بود این که خدا بعضی از مردم رو با بعض دیگر دفع می کرد شر اینها رو، لفسدت الارض، زمین فاسد می شد، یعنی فاسد می شود. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، اما فضل خداوند بر عالمین و جهانیان بسیار است. این آیه رو من حاجت به این است که یک قدری کاوش بیشتری داشته باشم خدمت عزیزان و تأمل جدیتر. اولین نکته که استفاده می کنیم، استحضار دارید عزیزان همان گونه که تک مزرابی هم دیشب گفتیم، به طور کلی نظام طبیعت رو خداوند سبحان به گونه ای قرار داده است که یه حسنی در ذات طبیعت وجود دارد، یه صلاحی دیده می شود. آفرینش مسیر به سوی فساد ندارد، مسیر به سوی صلاح دارد. این طبیعت رو میبینید، این گیاهان رو میبینید، خورشید و ماه و مجموعه نظام طبیعی عالم یه نظام صلاح مدار است، یعنی بر محور صلاحیت میچرخد. در مسیر فساد طبیعت حرکت نمیکنه. خداوند در ذات طبیعت جاذبه ای قرار داده است تکوینن، این همون هدایت تکوینی الهی است که وجود و طبیعت رو به صلاحیت حرکت میکند. زمین بر منوال صلاح سیر میکند. این رفتار و کردار آدمیان است به عنوان ساکنان این کره خاک که تحول فساد و صلاح در این زمین ایجاد می کند. صلاح و فساد زمین هنگامی تغییر می کند که ما آدمیان محور رفتار خودمون رو تغییر می دهیم. این که در آیات قرآن به قاطعیت حضرت باری تعالی مطرح می کند ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر انسان ها در وجود خودشون تحول ایجاد کنن، محوریت حق رو در وجود آفرینش بپذیرن، بر صلاح و سداد و اصول الهی حرکت کنن، زمین آبادان می شود. یه واقعیت و یه قانون عینی الهی است. یعنی چی؟ یعنی این استفاده از آیه شریفه میشه که اگر انسان ها بر اساس قوانین الهی زندگی کنند، اون کسی که این طبیعت رو در مسیر صلاحیت قرار داده است، بر اساس قوانین خودش انسانها رو با صلاح طبیعت منطبق می کند. یعنی میشه صلاحیت طبیعی و صلاحیت تشریعی، این دو با هم منطبق میشن. دین کاری که می کند انسان رو با صلاح هماهنگ می کند و از فساد به دور می برد و این نتیجه سعادت آدمیان خواهد بود و سعادت زمین و زمان برای انسان ها. خروج از هنجارها و دستورهای دینی است که انسان ها رو به سوی فساد می برد و با فساد انسان زمین هم فاسد می شود و زمان هم فاسد می شود. این یه حقیقتی است که هزاران سال تجربه اون رو بشریت کرده است. حال یا درس می گیرد یا درس نمی گیرد از این پدیده مهم و این قانون الهی. این آیه شریف هم از نوع همین آیات است و این رو به زیبایی قرآن بازگو می کند و مطرح می کند. فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، انسان هایی که به سوی تخریب و تباهی حرکت می کنند در زمین از قوانین الهی خارج شدند. حالا خداوند سبحان به گونه این قرار داده است مسیر آفرینش رو که خود آدمیان باید مقابل این انسان هایی که تمایل به فساد می کنند بایستند. سه بیان من برای آیه شریف عرض می کنم خدمتون. یک این که طبق اونجا در آیات قبل دیدیم یک گروه تاقی
یاغی به رهبری جالوت برخواستند، سرزمین بنی اسرائیل را گرفتند، تصاحب کردند، غصب کردند، فرزندان اینها کشتند، ابناء اینها به اسارت درآوردند. حالا بود مقابل اینها چه کسی بایستد؟ خود بنی اسرائیل باید بایستند. در میان خود اینها باید تالوتی باشد، داوودی باشد و بایستد. خداوند تأیید میکند، عنایت خودش رو شامل حال بندگانش می کند، اما این خود انسان ها هستند که گریبان ظالم رو باید بگیرند. این آیه که همه شما حفظید و می دانید، این که اصل مهمی رو در شریعت مطرح می کند که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اراده الهی آن است که خود انسان ها اراده کنند و مقابل ظلم و تباهی بایستند. این قانون الهی است. و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر نمی بود این قانون پیشرفته خداوندی که خود انسان ها این روحیه رو پیدا کنن که مقابل فساد رو بایستن و صد کنن، تمام زمین تباه می شد و از بین می رفت. پس این دستبندی، این دافع و مهاجم، گروهی هجمه می کنن، فساد رو در میان انسان ها سریان و جریان می دهند و گروهی همیشه در مقابل تاریخ، در طول تاریخ ایستاده اند و دفاع در قبال فساد می کنند. رگ رگ از دین آو به شیرین، آو به شور در خلائق می رود تا نفخ صور. این یه بیان استفاده از آیه شریفه. هر زمانی که انسان ها خودشون این روحیه دفاع رو پیدا کنند، می توانند فساد رو در زمین محدود کنند. هر زمانی که بیتفاوت باشند، تسلیم بشن، رسوب بشن، با جریان رودخانه فساد حرکت کنند، تباهی در زمین بیشتر خواهد شد. این یه نکته. استفاده دومی که از آیه شریفه می شود این است که مثل این که در میان انسان ها خوی تباهی وجود دارد. عزیزان، نفس آدمیان اماره است، به سوی فساد کشیده می شود. اون عاملی که این درون انسان رو از بن وجود انسان کنترل می کند نیست مگر ایمان و دیانت و تقوای الهی. اگر انسان از درون معتقد به ایمان و مبانی ایمانی باشد، محفوظ میمانه از فساد. و فساد درونی انسان ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. هنگامی که رحمت خداوند شامل حال آدمی می شود، آدمی با هدایت الهی دل و جان او منور می شود، در درون انسان حفظ می شه، تباهیشو از جان کنترل می کند. و هنگامی که فساد از درون انسان ریشه کن می شه، دیگه آدمی نجات پیدا می کند. نه اینکه در بیرون بخوان انسان رو محدود کنن، ببندن، جلوشو بگیرن، چنین بکنن و اونچنان بکنن. هنگامی که از جان و روح این تعالی برای انسان دست میده که روح انسان و جان انسان با تباهی فساد دیگه هماهنگی نداره، نمیپسندد، منزجره، جان و روح انسان و نفس انسان این تعالی رو پیدا میکنه، دیگه اینجا بدانید اون لحظه فروغ، درخشش و کمال انسانی است که یه بشر هنگامی که به اینجا برسد، دیگه مسیر خودش رو از همه زشتی ها جدا می کند و به سوی حضرت حق و تعالی حرکت می کنه. این کاری است که پیامبران در صدد اون بودند، اما نشد این کار برای همه انسان ها و نمی شود، شدنی نیست برای همه انسان ها. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. پیامبر، شما خیلی حرص داری که تمام انسان ها رو از درون آبادان کنی که اینها دیگه نیاز به عامل حد و حصر بیرونی نداشته باشند در فساد و تباهی، اما نمیتوانی. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. شما حرص میورزی اما همه اینها ایمان نمیارن، همه انسان ها نمیتوانن اون شقاوت درونیشون رو زیر پا بگذارن و به صلاحیت حرکت کنن. لذا طبعا اگر این چنین نیست، حاجت به عامل بیرونی است. نیاز به این است که در بیرون یه عواملی باشد که سد مقابل فساد و شقاوت و ظلم و زیاده خواهی و ولنورس انسان ها باشد. حالا توجه بفرمایید، در یه سخن زیبای نهج البلاغه امیر المؤمنین کلامی داریم که این کریمه مبارکه با اون هماهنگ میشه. با اون جمله این است از امیر المؤمنین: ما وضع به سلطان اکثر من ما وضع به القرآن. وضع در لغت به معنای من و کنترل. ما وضع به سلطان
آن مقداری که با قدرت و سیطره بیرونی جلوی انسانها گرفته میشه از فساد و تباهی و کنترل میکنند انسانها را از زیاده خواهی بیشتر است اثر آن تا آن چه با قرآن پیشگیری میکند جلوی انسانها. این یه گزارش آماری است که امیرالمومنین مطرح میکنند. فکر میکنم اینقدر حاجت به توضیح بیشتر است. دقت بفرمایید. امام میفرمایند بیشتر انسانها عامل فرهنگی کنترلشون نمیکند بلکه عامل نظامی و حکومتی کنترلشون میکند. امام میفرمایند بیشتر انسانها زیادی خواهیشون، تباهی جوییشون و فساد طلبی اینها رو باید حاکمیت و قوانین حکومتی اجتماعی همراه با اقتدار کنترل کنند. اما اقلیتی هستند که اینها از درون کنترل میشوند. قرآن اینها رو کنترل میکند، یعنی ایمان، فرهنگ، ادب، عقل، فضیلت در درونشون کار صدها حکومت میکنند. نه نیاز به شحنه دارن، نه نیاز به نگهبان دارن. روز اینها، شب اینها در حلال الهی و حرام الهی روشن است. اینها مال مردم رو مال مردم میدانن، نیاز به این ندارن که کسی مراقبشون باشد بالا سرشون. اینها ناموس مردم رو ناموس مردم میدانن، دل شب باشد یا میانه روز باشد، خلوت باشد یا جلوت باشد. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. اینها برهان خدا رو میبینند، اگر زلیخا هم در دامانشون باشد پس میزنند و معاذ الله میگن، براشون هیچ فرقی نمیکنند. زلیخا باشد یا نمیدانم عرض به خدمتون چنین چهره ای باشد، هیچ تفاوتی ندارد. اون انسان هایی که وضع بالقرآن، یعنی اونهایی که مهار اینها در کف ایمان و تقوای الهی است، اینها در جامعه آمار کمتری دارند. امیرالمومنین میگن این یه واقعیت اجتماعی است که امام پرده برمی‌دارد از اون، هرچند تلخ است برای ما این واقعیت. ما وضع به سلطان، یعنی نیروی حکومتی، یعنی اینکه حاکمیت قانونی به تعبیر امروزین، حاکم شدن قانون در جوامع انسانی یه ضرورت و نیاز است. این آیه شریفه اشاره به این داره به معنای دوم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. بالاخره تصور بفرمایید در هر نظام حکومتی و در هر جامعه ای، فرض کنید کشور جمهوری اسلامی ایران 70 میلیون نفوس دارد، ما 70,000 نفوس داریم، اما باید 1,000,000 نیروی انتظامی و نظامی باشند که حاکمیت دفع فساد رو در این مملکت به عهده بگیرند تحت نظر حکومت. یعنی باید جماعتی باشند که امنیت شب این کوچه خیابان رو برقرار کنند، امنیت این کسب و تجارت رو برقرار کنند، مرزها رو پایداری کنند تا آدمیان بتوانند شب به آسودگی در منازل خودشون بخسبند، تا ترابری آمده شد رفت آمد در طرق مواصلاتی این مملکت شب و روز برقرار باشه و امنیت مسیر باشه. باید 1,000,000 تلاش کنند که 69,000,000 آسوده باشند. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. آیه شریفه به نوعی این رو مطرح میکند، یعنی ضرورت نیاز به حاکمیت و حکومت رو میتوان به تفتن از آیه شریفه فهمید. این که بالاخره به تعبیر خود امیرالمؤمنین باز در نهج البلاغه هیچ فرقی نمی کند دین انسان ها چه باشد، اعتقاد به خدا داشته باشند یا نداشته باشند، مسیحی باشند یا مسلمان باشند یا یهودی باشند یا هر کیش و مرام و آیین داشته باشند. لابد للناس من امیرن. در جامعه نیاز به حاکمیت به تعبیر امیرالمؤمنین. برن کن او فاجرا. حالا این حکومت میخواد حکومت فاجری باشد یا حکومت شایسته و نیکوکاری باشد. خدا کند که حکومت نیکوکاری باشد و فاجری نباشد. پس از آیه شریفه استفاده میشه ضرورت نیاز به حاکمیت و حکومت. این نکته دوم. حالا یه نگاه عرفانی هم به آیه هست. اون تفسیر اول تفسیر واقعی خارجی بود، یعنی برداشت اول. برداشت دوم یا برداشت اجتماعی است. نکته سومی که عرض می‌کنم یه نگاه عرفانی به آیه شریف است که این نگاه در روایات معصومین تاییدیه دارد و روایات این چنینی ما داریم. در پاره از روایات وقتی که حال بعضی از بندگان حق گفته می‌شود و خداوند توصیف می‌کنه بعضی از انسان‌ها رو، بعد اینطور می‌فرماید، می‌فرماید بهم یدفع الله البلاء عن الناس. خداوند بندگانی دارد که اینها وقتی توی دهی زندگی میکنن، توی شهری زندگی میکنن، توی کشوری زندگی میکنن، خدا به برکت نفس اینها
به برکت وجود اینها بلا را از همه جماعت دفع می کند. حال دیگران فهم این معنا بکنند یا نکنند. خداوند انسانهایی دارد که اینها اوتاد الارزند، اینها وتدند. میخ چه می کند؟ این میخ رو می زنند و الجباله اوتادا، به این کوها زمین رو حفظ می کند. خداوند بندگانی دارد در میان بندگان خودش، اینها عامل حفظ بلادند، حفظ سرزمین ها هستند. وجود معنوی اینها، انس اینها با خداوند، دست های اینها هنگامی که به سوی خدا بلند می شود، خداوند عقوبت و خداوند حتی عواقب طبیعی رو گاه از بندگانش به برکت نفوس این انسان ها بر می دارد و جدا می کند. من این رو گاهی ایام حج که می شود، نمی خوام دیگه بحث های دیگه ای رو در گفتگوی عمومی مطرح کنم، فقط همین مقدار میگم ملاقل و یکفی حل اشاره و مشخص است. وقتی موسم حج میشه این رو حس میکند انسان، وقتی میان 2 میلیون حاجی در این مواقف، وقتی میان این سعی رو، این طواف رو، این منا رو، این مشعر و عرفات رو پر میکنن و لبیک اللهم لبیک میگویند، آری میشوند از جامع و لباس برهنه و میپوشند اون لباس بیتعلقی دنیا رو، تمام کره زمین از برکات این 2 میلیون استفاده میکنه، چه منکر خدا، چه موحد، چه مسیحی، چه مسلمان. این 2 میلیون یه امانی هر سال به کره زمین میدن. این عین حقیقت از جهت ارباب نظر و مطابق با روایات ماست که واقعا این دیده میشه در اون ایام حج که این 2 میلیون جماعت دارن زمین رو بیمه میکنن، دارن کمک میکنن به همه انسانهای روی زمین. و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر خدا به برکت وجود بعضی از انسانها حفظ نمیکرد دیگران رو، زمین فاسد میشد. حالا حفظ اینها گاه حفظ به آثار معنوی وجودی اینهاست، یعنی به عرفان شخصیتشون، به دعا اینهاست، به دست نیازمند اینها به سوی بی نیاز است، گاه به اثر شخصیتی اجتماعی اونهاست، گاه به آثار تربیتی اونها، گاه به امر معروفشون نهی از منکرشون، و این رو میتونید روابط و طبقات مختلفی برای این بحث قائل باشید. پس 3 احتمال و 3 برداشت رو از آیه شریف مرحله مرحله خدمت عزیزان مطرح کردیم. تمام اینها ولکن الله ذو فضل علی العالمین است، تمام اینها نشانه فضل خداست. و این آیه یک امیدی به دل انسان میده عزیزان که بدونید هیچگاه تمام زمین رو تباهی و فساد نمیگیره. کل زمین رو ممکنه فساد غالب باشه و زیاد باشه، اما تمام زمین رو نمیگیرد. یعنی باز هم حتی در پیش در آمد ظهور اون منجی کل، باز هم انسان های شایسته و سال هستن. اگر نمی بودن که نمی اومد اون بزرگوار. اگر رشد شخصیتی در میان انسان‌ها نباشد و اگر جامعه بشری پذیرای اون دولت موعود و اون حکومت حق نباشد، که اون بزرگ نخواهد آمد هرگز. باید جماعتی باشند که یاران او، یاوران او و پذیرای قدوم نازنین او باشند، که انگاه اون پری و چهره عیان کنند و به صحنه عمومی جامعه بشری بیاید و برخیزد و بگوید یا اهل عالم انا بقیت الله. و الا که نمیشه. از آیه استفاده میکنیم همیشه هستند، به تعبیر عامیانه خودمون، البته مستفاده از روایات، نه منطبق بر خود معنای حقیقی اون. زمین خالی از حجت نیست و بالاخره در میان انسانها خوبان خواهند بود و خود وجود اینهاست که عامل پیشگیری از فساد و فراگیری فساد در زمین خواهد شد. و این فضل خداست، و این فضل خداست. لکن الله ذو فضل علی العالمین، خداوند دارای فضل بر عالمین و جهانیان خواهد بود. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. خب ماجرای مهمی گفته شد و این چند شبی که این آیات رو با عزیزان در میان می نهادیم، ملاحظه فرمودید از آیه 246 علم تر الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، این ماجرا شروع شد. نکات بسیار ظریف و دقیق و باریکی در این ماجرا وجود داشت. حالا در پایان فرمود تلک آیات الله. تلک اسم اشاره است، اما اسم اشاره به دور است. آنها آیات الهی است. خب این همان بحثی است که ابتدا همین سوره مبارکه بقره هم باز مطرح کردیم، بازگو کردیم که اینها آیات الهی است، نه آنها آیات الهی است.
این قرآن کریم است نه آن قرآن کریم است. چرا خداوند اشاره به دور می کند؟ روشنه مطالب و حقایق قرآن مطالبی است فراتر از اذهان بشری که خداوند این مطالب ناب را در قالب‌های قابل فهم بشر فرو می ریزد و تقدیم بشریت می کند. پس اینها از جهت سطح مطالب بسیار بلند و عمیق، اما از جهت رسیدن ما انسان‌ها دستیاب ما، قابل دسترسی ماست، می توانیم به راحتی با اون ارتباط برقرار کنیم و بیابیم مطالب رو. پس چون دور است یعنی بلند است از جهت فهم، ذالک الکتاب، اما چون قابل دسترس است پیش روی ماست، استفاده می کنیم، این کتاب است نه آن کتاب است. از جهت محتوا بلند است، از جهت دسترس بودن و قابلیت استفاده نزدیک ماست. تلک آیات الله نتلوها علیک، پیامبر اینها آیات الهی بود که ما بر تو تلاوت کردیم. اما بالحق اینها داستان نیست، رمان نیست، واقعیت های عینی تاریخ بود که ما به تو گفتیم پیامبر. بالحق قرین به حق است. اینها مثقال ذره ای درون و اندکی تفاوت با واقعیت خارجی نداشت که ما به تو منتقل کردیم پیغمبر. این واقعیت ها و حقایق گفته شد و در این حال در میان این حقایق آیات خداوند رو شد. یعنی دیدی چگونه داوود میتواند به این مقام برسد، دیدی چگونه انسان ها به زبان ادعا میکنند اما روز میدان که میآید واپس مینشینند، دیدی پیامبر چگونه میتوان کم من فعت قلیلت قلبت فعتا کثیره، دیدی که میتواند چگونه باشد به اذن الله، یک گروه اندکی چگونه میتوانند غالب بر گروه بسیار با تمام عده و عده باشند، با تمام امکانات تسلیحاتی و نظامی باشند، اما اگر اذن الهی باشد و خداوند موانع را بردارد، کارهای بزرگ به توانهای کم عملی است اگر اذن الله در میان باشد. دیدی پیامبر چگونه دلهای مرتبط و متصل با خدا میتوانند به نتیجه برسند. مشاهده کردی این آیات رو که صبر چه میکند با وجود انسانها، ثبات قدم میآورد، ثبات قدم چه میآورد، پیروزی و نصرت میآورد و نصر میآورد. اینا هم آیات الهی است. یک یک این آیات رو باید برون کشید، استفاده کرد از این ماجرای یک سطری، یک صفحه‌ای و چند سطری و بهره‌های لازم رو برد. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، و در این حال که این آیات ما بود که بر تو گفتیم، و انک لمن المرسلین، اینها سند رسالت تو شد یا رسول الله، و اینها تثبیت میکند استحکام و پشتوانه رسالت شما را ای رسول ما. خب این پیامبری که هیچ کدام از این تاریخ بنی اسرائیل رو نخوانده است، بنا نبوده است بخواند، و ما کنت، شما یا رسول الله قبل از این که ما بتون چیزی بگیم شما کتاب نخوندید، و ما کنت، نمیدانستی که تدری مل کتاب ولل ایمان، شما که آشنا نبودید، و ما تخطهو به یمینج، قلم به دستتون نگرفتید، شما این که هیچ نمیمدید تلمود نخوندید، شما این که نمیمدید اسفار خمسه تورات بخوانید، با اینها آشنا نبودید، تاریخ اینها نمیدانستید. ظریف‌تر، عمیق‌تر، جدی‌تر به شهادت احبار یهود تاریخ اینها رو دارید میگید، سفر سموئیل رو میگویید، حالات شاول رو مطرح میکنید و خصوصیات داوود رو بازگو میکنید که خود یهودیان انگشت حیرت به دهان بگیرند. اینها سند رسالت شماست؟ ای ماه مجلس نشین ما که بالاخره شما نه به مکتب رفتید و نه خط نوشتید و خواندید، بدین شیوه شما با غمزه دلفکار خودتون چنین جایگاهی رو پیدا کردید، و انک لمن المرسلین، و خداوند اینها رو به عنوان سند رسالت پیامبر مطرح میکند، و انک لمن المرسلین. اگر عزیزان کوچکترین خلافی در این نقلهای تاریخی قرآن بود، مگر سلامت میگذاشتن پیامبر رو دشمنان اون روز؟ مگر میگذاردند یهودیان اون روز اهل خیبر و بنی قریزا و بن نذیر رو؟ مگر اینا دست از پیامبر میکشیدن؟ کو نگاه کنید در تاریخ ببینید کجا همزمان با پیامبر یهودیان و مسیحیان عالمانشون انکار میکردن تاریخ قرآن رو، کجا انکار کردن؟ موردی دارید؟ چرا انکار نمیکردند؟ این واقعیت بازگو میشد، نه تنها این واقعیت بود، اینو توجه داشته باشید، سندی میشد برای ثبات و بقای یهودیت و مسیحیت.
گفتار پیغمبر مکرم اسلام و این گزارش های دقیقی که حتی در متون خودشون بعضن گوشه هایی از این ظرافت ها گاه دیده نمی شد، موجب بقا و دوام شخصیت این بزرگواران بود. ما به تمام وجود خازانه می گوییم درود خدا بر عیسی روح الله، سلام و خدا بر موسی کلیم الله. اما اینو توجه دارید که بالاخره شخصیت تاریخی عیسی چندان روشن نیست. یعنی ما یه عیسی داریم، یه مسیح تاریخی داریم، بالاخره شخصیت عیسی از جهت تاریخی معلوم نیست. کتاب ها نوشتن در این باب و رد کردن که چنین کسی در تاریخ معلوم نیست وجود داشته است. این سندیت قرآنه که قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا، تثبیت میکند اون شخصیت تاریخی عیسی روح الله رو، تثبیت میکند جایگاه موسی کلیم رو، و اینها میشه سند کاملا قوی و متقن و تصدیق کننده وجود این بزرگواران بین انبیاء اعظم در طول تاریخ. انک لمن المرسلین. خب این مطالب گفته شد، حالا یه جمع‌بندی و بعد هم دیگه کم کم میریم به سوی آیاتی که دیگه در آستانه این آیات که قرار میگیره دل انسان پر میکشد. الله و لا اله الا هو الحی القیوم. کم کم دیگه به آستانه آیت الکرسی میرسیم ان شاء الله خدمت عزیزان. فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. باز مشاهده میفرمود کلمه تلک دیده شد. تلک اسم اشاره به دور و مؤنث، اینو توجه بفرمایید. تلک اشاره به دور و یه اشاره مؤنث، این به شکل مذکر نیست. این بزی و ذاتی تا علل اون سختزه بزال مفرد مذکر نشر. اگر میخواستین مذکر باشه با چی میشد؟ ذالک میشد، نه تلک میشد. اما تلک با حالی که به کی اشاره میکند؟ مشاران لکیش، جماعتی از مردان، چون رسولن و ما میدانیم در میان رسولان الهی شخصی از زنان وجود خارجی نداشته است. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. نبودند رسولان الهی مگر همشون از تبار و از تیره مردان بودند. خود منصب نبوت و رسالت، اینو دیگه تو این بحث های ویژه زن و مرد دیگه، اینا رو من مفصل گفتم و بحث کردم و دوستان دیدند و میبینید و خواهید چه. خب در مجموع میبینیم که اینجا مردان مطرحن اما اشاره به مؤنث میشه، یک. و در این حال تلک دور، باز همون بحثی که الان عرض کردم، رسولان الهی از جهت شخصیت خیلی بالا هند. اینها دیگه نابترین و زبدترین انسان، المصطفون الاخیار، اینا گزیدن. یعنی شما تصور بفرمایید چند میلیارد بشر رو این زمین اومدن از زمان آدم تا الان. حالا در بین اینا بگید 124,000، ما عدد تو قرآن نداریم، اما اگر در روایات ما 124 یا 144,000 گفتن، این چیزی نیست. گمان نکنید این خیلی عدد زیادی، شما در قبال میلیاردها انسان 124,000 اینا شدن نخبه ها، گزیده ها و اون زبدگان عالم بشری. اینا همشون یه حد، دقت فرمود، یه حد نصاب شخصیتی پیدا کردن، دنگاه رسول الهی شدن. یه حد نصاب یعنی در یه حد مشترک، یه نمره مشترکی بود همشون می داشتن و الا نمی شدن رسول و نبی. تلک الرسل، چون مقام اینها بالاست تلک اشاره می شود آنها، اما چون نزدیکند، مردمی هند، تو انسان ها هستند، گاهی بر حمار برهنه هم سوار می شوند، با دست خودشون بز رو هم می دوشند، با دست خودشون لباسشون پیله هم می کنند، وصله هم می زنند، چوپانی هم می کنند، به کوه هم می روند، زراعت هم می کنند، کارگری هم می کنند، یه جماعت مردمی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از خود مردم، فیهم، در میان مردم، ملموس، محسوس. انبیا را تکبری نیست، شما نمی آیید ما می آییم. اینها یه جماعت این چنینی بودند، لذا طبعا اینها دسترس بودند، مثل خود آیات الهی، مثل قرآن، مثل وحی. اما در این حال مقامشون و جایگاهشون اشتباه در ذهن نباشه. اینها ولو گفتند که قل انما انا بشر مثلكم، اما یوها الی رو فراموش نکنید، قل
اینا بگو پیامبر تو بشری هستی مثل اینها و هستی، اما اون قسمت یوها الی رو اونم تذکر بده که شما کجا تربیت شدی. شما فارغ التحصیل هیچ دانشکده دنیا نیستی، در هیچ مدرسه و حوزه علمیه درس نخوندی پیامبر، چون پیش خود ما درس خوندی. شما تفاوت آموزشی داری با دیگر انسان. همه انبیا اینطورن، پیامبرا دانششون رو ببینید. اینها نکاتی است که اگر این روی قدر یا ما باور داریم اینها رو یا نداریم، اینو با بعضیا باید گفت، بگیم آقا اصلا شما وحی رو قبول دارید یا ندارید. اصلا خیلی حرفمون حل میشه اگر این رو ما صحبت کنیم و گفته بکنیم و به یه جایی برسیم با خیلی از دوستان. یا شما وحی رو قبول دارید یا ندارید. اگر وحی رو قبول داشتید، حالا انبیا با وحی آموزش میبینن یا با آموزه های بشری؟ اینا دانش اسکولاستیک دارن، مدرسه ای خوندن یا نه؟ اینها انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یا اینها نه از جای دیگری خوردن و نوشیدن. نزل به روح الامین، آموزش اینها از جنس و نوع دیگری است. اگر اینه، چرا اینها رو قیاس میکنید با آموزش های بشری؟ چرا با آموزش های قابل نقض بشری اینها رو یکی میدانید؟ اینها رو هم قابل نقض و رد و اینطور نمیشه دیگه. اصلا از بیخوبان اینجا ما تفاوت بنیادی داریم تو این بحث. یا باید وحی رو بپذیریم قبول کنیم یا نه، نپذیرفتیم تمام، سر ما نداری ره خیش گیر. اگر پذیرفتیم دیگه نمیتونیم معارف الهی و معارف بشری رو از یه جنس و یک دست بدانیم و یه نوع بدانیم، اون چه از لسان خود وحی پیامبران الهی البته نازل میشه و گفته میشه. خب اینها پس اون جایگاه بلند و رفیع رو دارن و در این حال دسترس مردمی و در میان انسان ها. فرمود تلک الرسل، اما چرا مؤنث گفت؟ دیگه این بحث ادبی است. در کلام عرب شما میگویید که قامت الرجال، قامت فعل مؤنثه، رجال کیان مذکرن. میگید چرا گفتید قامت الرجال؟ بگید قام الرجال، فعل مذکر بگید براشون. میگن آقا اینجا زیبایی کلام عرب اینه، این به تقدیر جماعت است، یعنی قامت جماعت الرجال، قامت جماعت الرجال. اینجا تلک الرسل، تلک جماعت الرسل، یعنی این گروه رسولان. خود اون کلمه گروه معادلش میشه جماعت در عربی و مؤنثه، لذا اشارش هم باید چی بیاد؟ باید مؤنث بیاد، تلک الرسل. حالا اینکه من گاهی این نکات این چینی رو تو بحث عمومی در حضور جماعت میگم، چون میدونم بالاخره کسانی هستن که این شبهات در ذهنشون هست، یا اینا رو خوندن یا میبینن تو بعضی از این شبکه‌ها، خوبه که اینا گفته بشه تا حدی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، همینطور که اشاره کردم همه انبیا در یه حدی باید نمره قبولی بیان تا به خیلی این بزرگواران بپیوندند. در این ده انبیا چون کاروانند، تمام این کاروان باید حدشون یه حد نصابی برسه. اما بعد از اون حد نصاب عمومی که انبیا دارند، فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی از اینها یه ویژگی هایی دارند که ممکنه اون دیگری این ویژگی رو نداشته باشه. فضلنا بعضهم علی بعض، منهم به عنوان مثال من کلم الله، در میان اینشان کسی است که خدا با او کلام گفته است، سخن گفته است. مگر خدا با همه انبیا سخن نگفته است؟ چرا؟ پس این کلم الله یعنی چه؟ خداوند دو گونه با پیامبران سخن گفته است، گاه مستقیم گاه غیر مستقیم. یعنی عمدتاً با همه پیامبران وقتی خدا سخن گفته از طریق فرشته وحی بوده است، جبرئیل آمده است، واسطه بین خدا و رسولان الهی بوده است. نزل به روح الامین، روح الامین آمده است و پیام وحی را برای این پیامبران آورده است. اما بعض از انبیا مستقیم با خداوند سخن گفتن، یعنی خدا عیناً کلام خودش رو در جان به وجود اینها حتی بدون واسطه گری جبرئیل فرو فرستاده است. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، هنگامی که پور عمران و موسی کلیم میرسد به اون وادی، دیگه حجاب ها برداشته میشه، حتی با اون کفش و پای موزه هم در بیاد که مستقیم بشنوه موسی انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. دیگه خداوند بی پرده و بی حجاب داره سخن خودش رو بر قلب موسی میافکند، میشه و کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی کلام میگوید.
فرمود و من هم من کلم الله. حالا ممکنه داخل پرانتز تو ذهنتون برسه بعد بگید پیغمبر اسلام آیا از این دست و از این نوع نبوده است؟ ممکنه این سوال بیاد تو ذهنتون. چرا معطل نکنیم از آن شما را. رسید به اونجا که فرمود فاوحا الی عبده ما اوحا. دیگه اونجا جبرئیلی نیست که بگوید. رسید به اونجا که فکا نقا و قوسین او ادنا. وقتی پیامبر به اون مقامات قرب اون چنانی رسید دیگه جبرئیل اینجا چه کار است؟ دانستید که جبرئیل تو ایستگاه قبلی چی شد؟ ایستاد پیاده شد، گفت آقا ما نیستیم، خداحافظ. لو دنوت قدرم ملتن احترقت اجنحتی، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد برم. یا رسول الله ما نیستیم. اما رفت به اون خلوتگاه یار فاوحا الی عبده ما اوها و خدا مستقیم خودش بر قلب پیامبر بارانید. چی؟ نمیدونیم. ما اوها دیگه اینها گفتنی نیست. ما اوها. پس بنابراین این خصوصیت در حالات اون بزرگ مرد الهی مشاهده می شود و خود قرآن هم گزارش اون می دهد. و رفع بعضهم درجات و خداوند به پیامبران نسبت بعضیانشون رفعت درجه داده است. اینها درجه ای دارن که از دیگران بالاترن. خب می دانیم که در میان انبیاء الهی از جهت درجه و برتری رتبه دیگه این که نام نامی نبی مکرم سید الانبیاء از سید المرسلین است نشان می دهد این خصوصیت رو و اون درجات خاص پیغمبر مکرم اسلام. در مورد نبی مکرم یه جمله وجود دارد که این تمام حرفات تو همین یه جمله است و اون مقام خاتمیت پیغمبر است. اینکه پیامبر خاتم النبیین است به تعبیر قرآن. خاتم النبیین است یعنی ختم کننده سلسله نبوت است. دیگه بعد از پیامبر لا نبی بعدی، دیگه نبیی نمی آید، رسولی نمی آید. اگر نبی نیومد دیگه رسول هم نمیاد دیگه، چون هر رسولی ابتداعا باید نبی باشد، خداوند با او سخنی بگوید بعد او با مردم بگوید. پس اگر نبی نبود خاتم النبیین شد، خاتم المرسلین هم هست دیگه، این روشنه، کاملا مشخص. و اینو توجه داشته باشید، همین یک ویژگی پیامبر کفایت میکند. خاتمیت پیامبر خاتمیت ارضیه و طولیه است، خاتمیت جوهری و عرضی است. یعنی چی؟ من این بودش رو عرض کنم. یعنی پیغمبر مکرم اسلام دعوتشون دیگه در حدی است که عمومیت دعوت عرض اون فراگیر است تا قیام قیامت و طول اون همینطور. شما این بزرگوارانی که خدا به این عظمت از اونها یاد میکند، این موسی کریم و این عیسی روح الله که مورد تقدیس و تعظیم ما قرار میگیرند، این رو توجه دارید صریحا خداوند در قرآن مطرح میکند. وقتی موسی بازگشتن به سوی مصر چی گفته فرعون؟ آیا اومدن یه اصلاح اجتماعی رو در مصر شروع کنند جناب موسی؟ ابدا. گویا بعد از این سالها موسی اصلا به مصر هیچ کاری ندارد. گفت ما یه خواسته داریم، ارسل معنا بنی اسرائیل. ما اومدیم بنی اسرائیل رو از مصر ببریم به جای دیگری، به سرزمین موعود ببریم. اصلا مردم مصر کاری نداشت جناب موسی. آیا جناب موسی فرستادی برای ایرانیان فرستادند؟ نه. آیا به جاها و نقاط دیگر جهان جناب موسی کاری داشت؟ خیر. یعنی ایشان محدوده مشخص رسالت رو پیگیری میکرد. حضرت عیسی روح الله رسولاً الی بنی اسرائیل آمده است برای همان جماعتی که کار ناتمام موسی رو در حق اونها تمام کنه. حالا دیگران میخوان استفاده کنن بخلی نیست، اما محدوده اون عنوان سرفصل، یعنی اون بخشنامه‌ای که صادر شده و مسئولیت جناب عیسی رو معرفی می‌کند مشخص رسول الله بنی اسرائیل است. اما هنگامی که این بزرگوار رو می‌بینید، پیغمبر مکرم اسلام، این جمله رو دقت کنید، اینو من تعمدن میگم چون مخاطبان این رو خواهند گرفت چرا گفته میشه. ببینید خداوند در قرآن صریح مطرح می‌کند لأنذرکم بهی و من بلغ، من اومدم شما رو انذار کنم انسانها، و هر کسی که انذار من تا ابد به او برسد. این میشه چی؟ میشه خاتمیت طولیه.
خاتمیت طولیه، یعنی میرد هم طول رو میگیرد هم عرض رو میگیرد، یعنی تا ابد. و من بلغ امروز 1400 که نه 2800 که نه، اگر 100 هزار سالم بعد از پیامبر کسی سخن پیامبر رو بشنود مسئولیت پیدا میکنه، چون میشه من بلغ آن کسی که به او رسیده است. لانذرکم بهی و من بلغ الی الناس کافه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این آیه رحمتون میخوانید، چی معنا میکنید این رو؟ پیامبر توی رحمتی برای رحمت، یعنی چی؟ کدوم رحمت؟ شما رحمتید برای عالمین. اگر عالمین گفتید تا زمانی که زمین باقی است این رحمت است. میدین کدام رحمت است؟ این رحمت یعنی اهم یقسمون رحمت ربک، یعنی نبوت. این رحمت یعنی نبوت، یعنی و ما ارسلناک، ما شما رو نفرستادیم مگر نبی و رسولید برای عالمین، حتی برای جن. از نامهای این بزرگوار رسول ثقلینه، یعنی پیامبر جن و انس است، پس شامل حال اون هم شده از دعوتش. این میشه خاتمیت عرضیه، خاتمیت طولیه در عرض و طول. و بعد جمله‌ای رو دارن بزرگواران، من مخصوصا در حکمت بعضیاشون دارن که الخاتم تمام. این هم توجه دارید خاتم و خاتم با هم فرقی در لغت نمی کنن. اتفاقا کلمه خاتم معنای بیشتری رو در ختم میرساند. اینم باز بد نیست داخل پرانتز بگم، گاهی یه فرقه خاصی که میدونید دیگه، حالا اسمشون نبریم خیلی نیاز نیست بگفتن، این آیه شریفه رو میگن که خدا در قرآن گفته است که پیامبر خاتم النبیین است. یعنی خاتم یعنی چی؟ یعنی نگین انگشتر. یعنی انبیا همشون شخصیت های بزرگی هن، اما نگینی که تو جمع اینا خیلی برجسته است پیامبر اسلام است. قرآن شما مسلمانان که نمیگوید که پیامبر آخرین پیامبر است، لذا طبعا اگه فلانی آمده است یه وقتی فلان جا، این میتواند بگوید که انا رجلون، اینم میتواند بگوید که ما هم پیامبریم مثلا، فرض بفرمایید خاتم النبی دیگه. این امور رو بالاخره از اون بحثایی است که دیگه یسحک و سکلاست، مثلا یک کسی که مختصری با ادب عرب آشنا باشه متوجه میشه این چه خبر است، این چقدر متاسفانه کم آگاهی و اطلاعه. وزن فاعل در کلام عرب وزن فاعل وزن آلتی است، یعنی اسم آلت رو میرساند. آلب یعنی ما یقلب به. الان اینو شما به کار میبرید اما با کسره به کار میبریم، اشتباه میگیم، از این مشهورهای اشتباهی است که زیاد میگیم دیگه، عادت شده برای ما. میگید قالب، تو شیرنی‌پزی میگید قالب داریم، تو کفش ساختن میگید قالب کفش، تو این تزریق فلزات قالب، توی تراشکاری قالب به کار میبریم کلمه قالب رو. یعنی ما یقلب، اون چیزی که شکل میده، این درستش قالبه، یعنی ما یقلب به. همین که الان گفتیم عالم، عالم بر وزن فاعل، یعنی چی؟ یعنی ما یعلم به. هر چیزی که از اون علم به خدا پیدا میکنید میشه عالم. این یه آلته، یه وسیله است برای این کار. حالا خاتم یعنی چه؟ یعنی عاملی و نشانه‌ای برای ختم، برای پایان کردن. خاتم النبیین یعنی پیامبر شما وجودتون چیه؟ عاملی است که دیگه سلسله نبوت رو پلم میکند و پروندهش بسته میشه و ختم میکنه. این از خاتم دلالتش بیشتر و قوی تره و کاملا روشن است. پس فرمود و رفع بعضهم درجات، بعضی از این پیامبران روی درجاتی دارد خداوند داده است، مانند این خاتمیتی که پیامبر دارد. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و باز در میان این پیامبران خداوند به یه پیامبر تأکید میکند و داده است به عیسی ابن مریم بیانات رو. چرا تأکید میکنه؟ چون شخصیت مریم، عیسی نیاز به تقویت بیشتر دارد به دلیل وضعیت استثنایی و خاصش، به دلیلی که فرمود عیسی ابن مریم، نگفت عیسی ابن فلان آقا، به همین دلیل نیاز به تقویت دارد. شما هر کسی تو دنیا بخواید اسمش ببرید به کی نسبتش میدید؟ به پدرش. اما یه نفره که دیگه وقتی اسمش رو میبرید، گاهی عرض کردم این که ما مثلا فرض بفرمایید به وجود مقدس امام زمان میگیم یبن الزهرا، این تو روایات ما نیست، تو روایات ما نگفتن به امام زمان یبن الزهرا، نامشون انتصاب پدر بزرگوارشونه با تمام عظمت و شخصیت و با تمام اون جمله زیبایی که حتی در اونجا دوستان نوشتند که وجود مقدس امام زمان فرمودند در دختر رسول خدا برای من یه اسوه حسنه است. یعنی من الگویم، مادرم فاطمه است، اما ایشان رو به عنوان ابن زهرا نگفتن، این چون خلاف اصله، انتصاب به پدر است نه به مادر.
فقط یه نفره که چاره ای نداریم جز این که بگیم عیسی ابن مریم، لذا باید این تأکید بشه و عیسی ابن مریم البینات، به عیسی ابن مریم بینات دادیم. چون وضعیتش حساس بود و پدر نبود در پرونده و شناسنامه او، و عیدناه به روح القدس و تأییدش کردیم به روح القدس. خب همه انبیا روح القدس داشتن، اما در مورد اونها تأیید به روح القدس گفته نشده. در مورد پیامبر مکرم اسلام خواندیم خدمت عزیزان، از 2 سالگی که کمتر، مسکان فتیما، وقتی که از شیر گرفته شد پیامبر، جبرئیل در خدمت رسول خدا بود به تعبیر امیرالمومنین در خطبه 192 دهجر براقه، یسدده طریق المکارم، جبرئیل نشان میداد به پیامبر راه ها را، همراه پیامبر بود، خادم پیامبر بود، معلم پیامبر بود در اون مراحل و در اون سیر طریق و سلوک پیامبر. پس همه اینها دارن، اما هیچ کدامشون مثل عیسی ندارن. در مورد عیسی داریم و ایدتو که به روح القدس، عیسی ما تو رو تأیید کردیم به روح القدس. اینجا هم میگه و ایدناهو به روح القدس. چرا؟ چون این فرق هست. وقتی که عیسی به دنیا می آید، اصلا واسطه ی آمدن به دنیای عیسی کیست؟ و تمثل لها بشرن سویا، روح القدس میاد، جبرئیل میاد و اسباب آمدن عیسی برای یک. و بعد هم وقتی که این فرزند در آغوش مریم بیرون آمد، تا نگاه کردن آمد به سرم همان از آنچه می ترسیدم. یک مرتبه گفتن یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بقیا. فرزند امروز شما که پدرت خوب درست کار بود، از مادرت زن سالمی بوده، شما چرا؟ یعنی همانه که مریم می دانست، گفت یا لیتنی مت و قبل هازا، آمد به سر مریم. یعنی اتهام به نابکاری و زشت کرداری جنسی. حالا اینجا جاییست که وعیت تو که به روح القدس، اینجا بود روح القدس بیاد مدد که بکنه، مدد مریم بکنه. از چه طریق؟ از طریق آن که زبان در کلام در دهان و کام عیسی بگذارد و این فرزند یک روز لب باز کند، یا کلم الناس فی المهد و کهلا، سخنی بگوید مانند انسانهای پخته سخته جا افتاده و کهل. وقتی خود این آیه رو میگفتم عرض کردم کهل یعنی دومو در فارسی، دومو یعنی یک مو سفید یک مو سیاه، که این حالت انسان پیدا میکنه وقتی پختگی، یعنی وقتی از مرز 40 سالگی میگذرید احساس میکنید که دیگه یه فهم بهتر و درک بیشتری. این حالت کهل در لغت عربی رو میگن کهل. وقتی دومو میشه یکی سپید و یکی سیاه، بعد اشاره میکردیم حالا بد نیست ایام شادمانیست و سخن رو پایان برسانم. بالاخره و ایدناه به روح القدس اول آیه هم میمونه ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم، که خواهیم گفت انشاءالله فردا شب. خود کهل یعنی دومو، این همونه که مثنوی گفتان یکی مرد دومو آمد شتاب، پیش آن آینه داره مستطاب. آینه دار در پارسی یعنی آرایشگر، پیرایشگر، هرچه دوست میدارید، از همین نوع، از همین جنس، به قول بنده خدا تو همین مایه هاست مثلا یه چیزی. آن یکی مرد دومو آمد شتاب پیش آن آینه دار مستطاب. یه کسی که دومو بود اومد پیش یک آرایشگر گفت ما ببخشید تصمیم تجدید فراش داریم، میخواییم ازدواج کنیم، از شما خواهش میکنم که این موهای سفید رو یکی یک از صورت و سر ما بگیرید و فقط موهای سیاه بمانه، که دیگه طرف ابتداعاً تو ذوقش نخورد مثلا فرض بفرمایید. این آقای داره یه نگاهی کرد این آشکره، سری آتی رو به قول ما، قیچی رو به قول ما برداشت و شروع کرد این ماشین رو، موزر رو برد و گرفت و عرض به خدمتون همه این سر و صورت رو یک جا موها رو کم ریخت تو دامنش، گفت ما فرصت این که یکی یک موهای سفید رو جدا کنیم نداشتیم، شما خودتون جدا کنیم موهای سفید رو از سیاه، حالا گذاشتیم پیش روی شما. اینو مولوی مطرح میکنه به عنوان کار عبس. آن یکی مرد دومو آمد شتاب پیش آن آیدار مستم، تا اون قسمت زیبای نتیجه گیری کار. خداوند سبحان تلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند، توفیق فهم فزونتر و درک آیات و زندگی در پناه قرآن رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. صلوات اینات بفرمود.